بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی باید تا ماه می یعنی 3 ماه دیگر افغانستان را به صورت کامل ترک کنند و طالبان هم به تعهدات خود پابند بمانند. حالا پنتاگون میگوید هنوز تصمیمی در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گرفته نشده و این تصمیم بر اساس شرایط و وضعیت در افغانستان خواهد بود. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته گفت وزیر دفاع جدید از تهدیدهای ناشی از پایان ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان آگاه است و هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. با این حال کشورهای همپیمان آمریکا اما طرفدار خروج شتاب زده از افغانستان نیستند و تاکنون چند کشور عضو ناتو با آن مخالفت کردند. ناتو هم تا چند روز دیگر در مورد ماندن و ترک افغانستان تصمیم می‌گیرد. به تازگی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید منوط به پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح باشد. او تاکید کرده خروج سربازان خارجی باید پس از پایان موفقانه مذاکرات صلح صورت بگیرد. مذاکراتی که دور دوم آن به بن‌بست خورده و مشخص نیست چه زمانی شکسته خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آلمان ممکن است طالبان تا ماه می به مذاکره حاضر نشوند و برعکس بر تبل جنگ بیشتر خواهند کوبید. از سوی همسر مفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی به قانونگذاران آمریکایی از سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان هشدار داده. جان ساکو در این گزارش گفته تا اکنون هیچ توافقی صورت نگرفته و با وجود تقاضاهای مکرر مقامات بلندپایه آمریکایی و بین‌المللی خشونت‌ها ادامه دارد. به گفته او تلاش آمریکا برای مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان نتیجه ملموس نداشته. با این حال دولت جدید آمریکا تعهدات طالبان در توافقنامه دوحه را بررسی می‌کند، از جمله میزان خشونت و ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی دیگر. پیش از این اما سازمان ملل متحد و ناتو گفته بود طالبان نه تنها که ارتباط خود با این گروه را قطع نکرده، بلکه در راه‌اندازی عملیات‌ها نقش مشترک دارند.